سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده در واکنش به حادثه خانشی خون سوریه طی بیانیه ای از سازمان ملل متحد خواست تا درباره این حادثه تحقیق کند. در بیانیه این سازمان که نسخه ای از آن برای خبرگزاری شی ویوز ارسال شده آمده است، بیش از شش سال است که ملت سرکوب شده و به خاک و خون کشیده شده سوریه درگیر یک جنگ خونین است، و در سینه این ملت کینه علیه سازمان ها و مجامع جهانی رشد کرده که به دلیل سکوت آنها در قبال این جنایات و تنها منفعت طلبی آنها از این جنگ خانمانسوز امری بدیهی است این بیانیه در ادامه با اشاره به فاجعه انسانی خانشیخون واقع در شمال سوریه افزود این سازمان مانند همیشه جنایاتی خونبار که مردم بیدفاع را هدف قرار میدهد به شدت محکوم میکند جنایاتی که طرفهای درگیر بدون توجه به احکام آسمانی و قوانین انسانی مرتکب می شوند و هیچ ملاحظه ای درباره پیامدهای آن برای مردم غیر نظامی ندارند. مسلمان آزاده در ادامه افزود، بنابر گزارش های رسانه های گوناگون یکی از طرفهای جنگ مسلحانه در سوریه از سلاح های شیمیایی که از طرف جامعه بین المللی تحریم و ممنوع شده استفاده کرده و جان کودکان زنان و سالخوردگان را گرفته ولی این گزارش ها از طرفی که از این تسلیحات ممنوع استفاده کرده نام نمی برند. این سازمان حقوق بشری در ادامه بیانیه خود سازمان ملل را خطاب قرار داده و از این سازمان خواسته است تا برای تحقیق درباره جنایت رخ داده در خان شیخون یک گروه مستقل حقیقتیاب را تشکیل دهد تا پس از پی بردن به مقصرین واقعی این حادثه این سازمان بتواند برای برخورد با کسانی که غیر را قربانی می کنند تصمیمات لازم را بگیرد سازمان جهانی نفع خشونت در پایان بیانیه خود ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان این حادثه بهترین راه برون رفت از وضعیت فعلی برای سوریه را ایجاد تفاهم بین طرفهای درگیر و گفتگوهای هدفمند دانست.